طلبت من رايت واش بي امنيستي انترناشونال بي از كميسيون حقوق بشر بل المتحد به فکر میکنه بی رايحل نباشه و حساب ما باید در شوی کار خدا میکنه تغییر بیاریم که ارتباط دوامدار تبلیغ دوامدار فعالیت دوامدار و نماینده هایتان در داخل پارلمان تشخیص بتین که کی به خاطر از دایه ای که شما امروز گرد آمدید به امکار هستن شما او را حمایت کنین که اونا بفهمند که در مثلا امروز روز ما یک پرس کنفرانس داشتیم در تبلیغات که دیروز و پریروز از تلویزیون ها در ارتباط نصاب درسی و مکاتب اینا بود ولی جامعه را به طرف وحدت ملی ببریم و توقع ما شماست که ما در شما زیاد نقش توقعی از پارلمان نکنید. در صورت شما میتونید توقعی کنید از پارلمان داشت که ما را مواد خام بتین. ما را مواد بتین، ما را حمایت کنین، ما را کمک کنین، ما را تشخیص کنین، ما را تثبیت کنین، نواقص ما را برملا بسازین. بتوین در پارلمان قضیات کلش هم خراب نیست. اصلا 60 70 80 نفری که اگر شما دوامدار امرایشان تماس رو مطمئن باشین، اینا میتونه به سیاق قوی مالکت در داخل پارلمان زبان واحد خود کار کنه و فعالیت های بیشتر انجام بده. من زیادتر از این چیز برای گفتنی ندارم و اگر سوال باشه ما در خدمت شما هستم. مخالفت کردم و فقط امضا کردم و هنوزم تصویب نکردم الحاق خود به ایران نکردم. دلیل عمدهش است که دولت امریکا در کنفرانس روم خواهان از او بود که اتباع امریکایی باید مورد تفیگرد یا تحقیق قرار نکرد در رابطه با این مثلا و کشورهایی که البته این دادگاه را الحاق خود به ایران کرده یا تصویب کرده تلاش کرده که اول جلوگیری کنه که اینا الحاق خود اعلان نکنه، تصویب نکنه به دادگاه و بالفرض اگر دولت ها الحاق خودم اعلان کرده، تصویب کرده، تلاش کرده که دولت امریکا یک بایلترال اگریمنت یا یک قرارداد دیگی را دو جانبه را با اونا به امضا برسانه که در کشور افغانستان اتباع امریکایی مورد پیگرد عدلی قرار نگیره. البته ما شنیدیم خانم گیسو میگه ما کاپیش داریم، ما فقط شنیدیم که دولت افغانستان امضا کرده. به این خاطر این نکته ما خدمت شما عرض کردم. به هر حال کمیسیون حقوق بشر نمایندش آقای فرید حمیدی قبلا گفتن که اونا خوشبختانه طی تلاش های اونا که راپور کمیسیون حقوق بشر در اواخر بعد از اینکه راپور نشر شده یک دادگاه در امریکا تلاش میکنه که کسان یا نیروهای امریکاییه که به اصطلاح در افغانستان جرایم جنگی را اونا انجام میده مورد پیگرد قرار بگیره. من شخصا زیاد خودم به این دادگاه خوشبین نیستم. امریکا میشه ولی مشکل ما این است که امریکایی که وقتی در افغانستان جنایت میکنه در افغانستان قابل قبول نیست. این یکی از مشکلاتی بود که آقای مصدق در ایران چنین چیز داشت. بلد. یکی از علتهای که مصدق پسم شد همین است و نام از اون وقت که امریکا به عنوان یک دولت تروریست معرفی شد اینتروزمی گروپی و انفرادی و دولتی مطرح شد، در او وقت مطرح شده در کل دنیا، در عراق و در هر جایی که یک امریکایی هر جنایت را که انجام میده او دولت نمیتونه او را محکمه کنه، میبرش به محکمه خودش و او را با 6 ماه یک سال رو قید میکنه، یک سال بعد او نمیتونه نشست در کلوپا میکرده و افتخار میکنه. من است که آل گلهای بسیار زیاده سر قربانیان سر کسایی که در ویتنام کشته شدن منیس قهرمانای آمریکایی کل ماندن چند روز سال گذشته، یعنی مولا داره که کار انجام میدن. این چیز بسیار جالب است. خودش هم داد از عدالت دیگه ما بود مثلا، ولی اگر موجود جنایتکاران جنگیره بودیم اسناد کافی وجود داره، ضروری نیست ما به شما توضیح کنم و ما ایراد هم ندارم. به خالیبت بابا منشور مصالح ملی در داخل پارلمان همین بیانگر این بود که ما گفتیم که شما این کارو باید انجام ندین، ولی در مورد ازی و چون یادمه که ما گفتیم یادم جنایتکار جنگی نیست، مجرم جنگی نیست، ولی از وجود جنایتکاران جنگی این کار میکنه. اینا ما گفتیم خب یادداشت مواد خام شما گفتم. بله در ارتباط مواد خام شما گفتیم مواد خام کل ما شما میفهمیم که چه جنایت های وطن صورت گرفته، به چه اشکال صورت گرفته. ولی بهش که امیر راهکارا و راهبردایی را که ضرورت است شما از پارلمان افغانستان از نمایندگان کم در پارلمان افغانستان توقع دارین اینا چه کاری باید انجام بدن؟ منظور ما توقع ما این بود که اگر در نهاد پارلمان ما یا در شورای ملی ما یا در ولسی جرگه ما به قول معروف اگر 10 نفر نماینده منتخب مردم که از درد مردم آگاه داشتن اینا دارای یک تشکل می‌بینن با امکاناتی که دارن، اگر صریحتا بگویم یک وکیل پارلمان حداقل 50000 افغانی معاش داره ولی ما من حیث یک معلم 2000 افغانی معاش دارم، ما با 2000 افغانی چیکار کرده میتونم؟ شما نتونستین که یک بروشور رو حداقل برای توزیع بکنین و همون موادتون رو نوشته بکنین. ما
میخوایم صراحتاً بریم اعلام بکنیم کسایی که در همین برنامه منشور برخلاف منشور مصالح ملی رای دادن کیا بودن؟ من نمیشناسم. حداقل اینا باید برای مردم شناسانده بشه که در همین پارلمان از 249 وکیل 10 نفر علیه همین منشور مصالح ملی رای داده، با وجود از اینکه او از مسئولیت هم برخوردار است و من عضو جامعه مدنی از این مسئولیت هم برخوردار نیستم. موضوع دیگه که جناب بلوچزاده اظهار کردن که مواد خام، ما دقیق بیاد دارم زمانی که 8 جوزا فاجعه اسفبار در کابل با او پیوست، تعدادی از برادران ما کشته شدند، در زیر چین تانک‌ها و موترها قرار گرفتند. ما یک اعلامیه صادر کردیم و با آدرس پارلمان صادر کردیم، روان کردیم. در بسا مسائل ما با آدرس پارلمان مواد روان کردیم که این تخطی صورت گرفته، این مشکل هست و این دیدگاه ما است. ولی ما متاسفانه هیچ گونه توجه ندیدیم. حتی یک نماینده پارلمان، چی از کابل، چی از ایران، چی از بدخشان، همین به مو آدرس زنگ نزد که نمید اعلامی شما حداقل قوت قلب شد برای ما و شما بیاین در اینجا استدلال بکنین که چی شواهد دارین، چی دستاورد دارین، چی دلایل دارین. ما متاسفانه در عمل با عملکرد ضعیف شما میبخشین دیگه که صراحتن میگم من رئیس نمایندگان پارلمان مواجه هستیم. ما حاضر هستیم در راستای همکاری با نمایندگان واقعی مردم که در پارلمان هستن کار بکنیم برای از، ولی متاسفانه ما دستی هم ندیدیم که به سر همین مردم کشیده بشه.